مأموریت عبدالله در تقابل با قطعه مرگ. صلح دکتر عبدالله بدتر از جنگ اشرف غنی است. اکنون یگانه نیروی ضد پاکستان و طالب جناح دولتی به رهبری اشرف غنی است. دکتر عبدالله در 3 دوره از 3 بار مطالبات سیاسی و تاریخی مردم افغانستان را به نفع جانبه سیاست جهانی مصادره کرد. از تعهدات انتخاباتی خودش روی گردانده و در نرم گردنی در برابر درگاه محافظه‌کاران در منازعه قدرت از ضعف حافظه تاریخی مردم سود جسته و خود را به مأموریت‌های پیش پا افتاده که از جانب دولت داده شده چسبنده است. بعد از پیمان مخفی کرزی، فهیم با طالبان و متعاقب آن گشایش درهای همه زندان‌ها بر روی هزاران طالب جنگجو، یک عامل عمده دیگر که در این مدت جنبش و مقاومت علیه تروریسم طالبی را از خط خارج کرد، تسلیم بی قید و شرط عبدالله با دستورات نامتوازن و نابرحق پالیسی بین المللی و استمرار چهارچوبی قدرت با مدل قرن 19 در عرصه داخلی بود. اکنون مشکل مردم در این نیست که تعریف هویت سیاسی تباه کند دکتر عبدالله برای دوست و دشمن و حتی برای خودش دشوار شده. بحران فساد سالاری قدرت گرفت و زمینه را به تعصب و جابجایی مزدوران مطلق و پولپرست افغانی در خارج از کشور و نهادهای قدرت در افغانستان بیش از گذشته مهیا کرد. در حال حاضر هیچ نهادی در افغانستان در دست خود افغانها قرار ندارد. مأموریت فعلی دکتر عبدالله چیست؟ مأموریت فعلی عبدالله چه تعریفی دارد؟ صلح با طالبان مطابق نسخه ضد منافع ملی خلیج‌زاد یک شوخی تلخ و چند برابر سازی فاجعه است. یعنی کوبیدن سر به سنگ. ناممکن و تغییر از فرمول جنگیدن چندین کشور بر ضد چندین کشور و ایجاد اجماع علیه حضور آمریکا در افغانستان. دکتر عبدالله در سطح مأمور عملیاتی خلیج‌زاد وارد میدان شده. تا حسب ضرورت چوب لای چرخ عرابه اشرف غنی و امرالله صالح بگذارد و در مسیر راه اختلال ایجاد کند. طرح خلیج‌زاد به ترامپ چه قبل و چه بعد از انتخابات همانند خرمن خشکی در برابر طوفان افکار عمومی و کشمکش اپراتیفی متلاشی شده نیست. یک نیروی سوم در حال تدارک است تا در نقش یک نیروی علاشاشکن قطعات بلک واتر افغانی را واپس به سوی مرزها بتراند. این نیروی سوم قرار گزارش در محور دولت کنونی به رهبری اشرف غنی در حال انسجام هست و بر نیروی سنتی موسوم به ضد طالبان نگاه مساعدی وجود ندارد. هند و ایران درگیر مسئله هستند. مگر هند از تاجیکا با این تحلیل و تحقیق که این طایفه از نظر سیاسی و پایبندی به موازه سیاسیشان سخت وارفته و بی‌ثباتند حمایت خود را پس گرفته و علیرغم آنکه هنوز طالبان را و دیده یک گروه خون‌آشام تروریستی می‌بینند، سعی می‌کند در همیاری با ایران امتیاز راهبردی خود را از روسیه، پاکستان و آمریکا به طور مستقیم دریافت کند.